بعديش بقو حس بارك الله حس حساس محسوس حس حساس محسوس خب کلمه بعد معترض معترضین اعتراضات پس اعتراض اعتراضات معترض معترضین تمرین نوشتن بود شماره یک حالا برو شماره دو رو بخون پس حتما یادداشت کنید همونجور که میدونید داریم به پایان سال نزدیک میشیم انشاءالله هفته های آینده انشاءالله امتحان نوبت آخرتون گرفته میشه از همین الان یادداشت کنید نکات مهمی که نیاز دارید تمرین ها رو یادداشت کنید اگرم توی امتحانات نوبت آخر ما مورد خب انشاءالله برای تو تعیین میکنیم توی هفته آینده یه روز براتون تعیین میکنیم یه امتحانی از اول کتاب تا آخر کتاب ازتون میگیریم خب برو تمرین بعدی رو حل کن انشاءالله حتما این کار انجام میدیم قبل از امتحانات نوبت اول این کار حتما انجام میدیم خب سوال دو رو بخون خب اگر ما درس 16 رو نگاه بکنیم گفته یکی از بندها خب بندها که میدونید بخشای از کتاب اگر شما بخوید بخشای از درس رو بفهمید بند اول تا اونجایی که میگه مورد اعتمادت باشد خب حالا گفته یکی از این بندها رو شما بگید بگو بخون باریکالله خب حالا خودت بگو علتی که اینجا رو خیلی علاقه بهش داری و دوست داری که اینا رو خوندی چی بود؟ بچه ها نکنید اون چیزی که کیارش میگه منظورش اینه که ما هر چی رو به اندازه باید داشته باشیم یعنی اگر دوست داریم یا اگر دشمن هم داشته باشیم باید به اندازه باشه تا قدر مثلا عافیت ما بدونیم اگر همش تو ناز و نعمت بزرگ بشیم و همه چی برامون فراهم بشه اصلا ارزش زندگی برامون مهم نیست ارزش داشته هامون رو نمیدونیم اما اگر کم و زیاد بشه یعنی کمبودها همراهش باشه خب 100% این کمبودها باعث میشن که ما قدر داشته هامون رو بدونیم منظور از کیارش اینه که میگه برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشید چون زمانی که ما دشمن داشته باشیم قدر دوست رو میدونیم اگر ما دشمن نداشته باشیم که قدر دوست و ارزش دوست اصلا به هیچ عنوان نخواهیم درست پس تا گاهی گفته باورهایت را مورد پرسش قرار تا بعضی وقتا مورد سنجش قرار بگیری شما اگر دوست همش دوستان دور برت باشه و دشمنی نداشته باشی یا همش تو ناز و نعمت راحتی باشی قدر مشکلی برات پیش نیاد که اصلا قدر زندگی تو نمیدونی منظور اینه خب
بعدش آها بچه ها حتما اینا رو یادداشت کنید. یه گروهی از کلمات رو به ما داده، گفته اینا رو بگید ببینیم ساده هستن، مشتق هستن، مرکب هستن، چی هستن اینا؟ پرنده چیه؟ خب ساده هست، ما نمیتونیم ازش حرفی جدا کنیم، اگه حرفی جدا کنیم که بیمعنی میشه. پس پرنده یک کلمه ساده هست. جان؟ خب پرند، آیا پرند همون پرنده هست؟ خیر، نه، وقتی که ما میگیم اگه حرفی ازش جدا کنیم بازم معنی اون پرنده که تو ذهنمون هست باشه، اما اینجا اگر ما حرف هر رو برداریم که پرند میشه، پرند معنی نمیده. پرند خب اون پارچه دیبا و ابریشمی رو میگن پرند، باز پس یه معنی دیگه میده، پس اون معنی اولی دیگه نمیده، پس نمیتونیم بگیم که مشتق هست یا مرکب هست، حتما باید اینجا ساده هست. خب کلمه بعدی دشمن، بازم ساده، باریکالله. خب بچه ها توی جدولی که هست نوشته چی و چی؟ ساده، مشتق، مرکب؟ ساده، وندی. آه، وندی، مرکب؟ آه، چون این تمرین رو قبلا مشتق می نوشتن، الان نوشتن وندی. بله بله، چون یه جزء با معنی میشه بی معنی. خب، ساده، پس دشمن ساده هست. خب، شادمان شادمان هست کردن امسال. خب خدمتگزار چیه الان؟ توجه کنید بچه ها، خدمتگزار، خدمت به اضافه گزار، یعنی به معنی گذاشتن، پس دو تا جزئه، پس چی میشه؟ مرکب. باریکالله، مرکب. پس بنویسید شما هم. کلمه بعدی هواپیما. وندی، باریکلا، هواپیما. میگه وندی. بچه ها درسته هواپیما؟ مگه نمیتونیم ما هوا نمیتونیم جدا کنیم؟ نه، هوا خودش یه معنی میگه نمیده، پیما یعنی پیمودن، راه رفتن. پس دوتاش معنی میده، مرکب میتونه باشه. باری که الان مرکب میشه، هوا به اضافه پیما، پیمایی که به معنی راه رفتن، پیمایش، پیمودن. پس دوتا جزئه، پس بنویسید. سردبیر، مرکب. سر معنی میده، دبیر هم که باز معنی میده، دو تا جزء معنی داره. پس مرکب، تو گروه مرکب قرار بدید. راه آهن، باریکالله، این هم مرکب میشه، راه به اضافه آهن شده که هر تاش بازم معنی میده. تعمیرگاه، گاه، تعمیرگاه، تعمیر به اضافه گاه. بله، میتونیم ما وندی قرارش بگیم، تعمیر به اضافه گاه. اگر ما گاه را به معنای، بچه‌ها نکنید، اگر گاه را به معنای مکان قرار بدیم، مکان قرارش بدیم، میشه جزء کلمات مرکب. بگیم تعمیر گاه، محل تعمیر. گاه اگه به معنای محل باشه، پس گروه مرکبه. خب دارم الان بهت میگم، نه اگر منظور اینجوری باشه ها،
اما اینجا گفته حتما باید معنی دار باشن، چون گفته حتما باید معنی دار باشن، اون تعریفی که بالا هم کرده بود تو صفحه 321 هم گفته بود. خب اینجا ما جزء وندیات قرارش میدیم، تعمیر به اضافه گاه جزء وندیات حساب میشه. نیزار بله، نیزار هم باز وندیاته، نی به اضافه زار شده وندیه. آبراه مرکب، آب خب معنی میده، راه هم که معنی داره. فکر ساده، خود کلمه ساده بازم ساده. آرزومند، آرزومند، آرزو بذار به من شده، بازم ونده، جزء گروه وندیه. خب بچه ها بریم درس 17. بچه ها خودم روش میخونم یا خودتون میخواید بخونید یا نیاز بخوندن ندار اصلا، چون درس بلندی هم هست. خب شما هر یکی تا هر اندازه که میتونه بخونه، خود اول شروع کن بخوندن. آی رضایی بله. وقتی اشتاده بودم بودی در کتابی تصویر زیبایی دیدم، این تصویر ما رو زیبایی دید، این تصویر ما رو بود، این تصویر ما رو بود را نشان میداد. جانبه درنگی را تو بردم درم کتاب رشته بود که مارهای بوا به کار خود را دیدی آن که بگرند در این خوب میبرند آنگاه دیگر نمیتوانند در آن سن بودی، در آن سن بودی من درباره این ماجرا و ماجراهای دیگر جنگل ماجراهای دیگر جنگل بودی من اصلاً و با آن سن مستقیم بار نخواستم یعنی تلسیت شماری دیگر را با آفضا برنگی بکنم تلسیت من تفتر خود را با آدم های بزرگ نشان دادم با آنان پرشتم و از آنان پرشیدم که آیا مراسی همین آنان خود را می ترساند یا نه در فاضح گفتند چرا خودی هم خدا را من ترک دارم من خودی هم نه اینکه که خدا هم بود بلکه ترکی مار بوا بود که چیزی را بزنده و هر دونیدم آنگاه من درون فکرم ما رو خواهر کشیدم تا آدم های بزرگ بتوانند چیزی از آن بفهمند. آدم های بزرگ کشیده بسیار به خوبی دارد باری تصویر ماری دوم من آدم های بزرگ مرا نصیحت کردند که از کشیدن تصویر ما رو خواهر دست بردارند و به جغرافیا و تاریخ و حساب در طول زبان رو بردارم. این بود که در اشتراکی فن نظری به
نقاشی را رها کردم. به نشان دارم شغل دیگری انتخاب کنم. فن تلفنی را یاد گرفتم. خب بزنیم تا کیارش بخونه دامشو. صفحه 126. بچه ها کلمه آذرخش یعنی برق آسمون، صاعقه یعنی برق آسمانی، صاعقه یادداشت کنید. آذرخش، برق آسمان، صاعقه. آذر اصلا به معنی روشناییه. به معنی روشنایی. بله کیارش بخون. بچه ها عزیمت به معنای سفر کردن، رفتن. عزیمت به معنای سفر کردن، رفتن، کوچ کردن معنی میده. خب بذار تا از اینجا رو دهخان بخونه. غلام حسین بخون. رضا اقتداری شما بخون. سلام آقا رضای گل، خوبی؟ قربان شما، ممنون. رضا ادامه شو بخون. یک روز خب کجا داشتیم؟ سیاره ها را آغاز می‌کنند. بله سرکشی.
درسته، سرکشی به سیاره ها را آغاز می کند. خب نه کن، این داره یه دیالوگی داره ادامه میده. خب این گفت که من به او گفتم سلام آقا، سلام، 15 15 و 7، 22 22 و 6 و الاخر بخون شما. 28 وقت ندارم، 26 و 5، 30 و 1 و غیره، پس میشود 501,622,731. آها. 500 میلیون چی؟ چه؟ چقدر کار دارم؟ من وقت خود را بیهودگی نمیگذارم. نمیگذارم. 2 و 5 7، دوباره گفتم. آخر 500 میلیون چه؟ میلیون ها از این چیزهای کوچکی گاهی در آسمان دیده میشود. آها، ستاره ها رو میگویی؟ بله خودش است، ستاره ها. خب تو 500 میلیون ستاره چه میکنی؟ هیچ، من مالک آنها هستم. خب خوب، مالک ستارگان بودن برای تو چه فایده ای دارد؟ فایدهش این است که ثروتمند میشوم. ثروتمند شدن چه فایده ای دارد؟ فایدهش این است که اگر ستارگان دیگری کشف کنند من میخرم. تو با آنها چه میکنی؟ میتوانم آنها را در بانک بگذارم. یعنی چه؟ یعنی من شماره ستاره های خود را روی یک برقه کاغذ مینویسم و بعد در تشویی میگذارم و درش را قفل میکنم. با خود اندیشیدم که کار این مرد تعجب آور است و باز گفتم خب اجازه بده تا حسن بخونه. آقای نوشادی، آقای نوشادی ادامه شو بخون. خب من گلی دارم که هر روز، من گلی دارم که هر روز صبح آبش میدهم. پس مالک بودن من کارفرما دهان باز کرد که چیزی بگوید بلی پاسخ نیست و من از آنجا رفتم. پنجمین سیاره ای که شاهزاده کوچک بدان مسافرت کرد زمین بود. شاهزاده همی که به زمین رسید رو بایی برخورد کرد. برخورد شاهزاده گفت سلام، تو کی هستی؟ من روباهم. شاهزاده به او گفت بیا با هم بازی کنیم. روباه گفت من نمیتوانم با تو بازی کنم، من که عرمی نشدم. شاهزاده پسر کمی تعمل گفت اهلی شدن یعنی چه؟ علاقه من شدن. شاهزاده گفت علاقه من شدن؟ روبا گفت بلی، تو برای من هنوز پسر بچه کوچکی هستی، مانند شاهزاده، مانند هزاران پسر بچه دیگر، و من محتاج تو نیستم. بلی، تو اگر مرا اهلی کنی از دو به هم نیازمند خواهی شد. من برای تو در دنیا یگانه دوست خواهم.
قدرت و برای من در عالم همسار نخواهی داشت. دادر خوشت دادرده گفت کم کم می فهمم من گلی دارم تصور عالی کرده باشد و با آهی کشید و گفت در زندگی من این وقت است ولی تو اگر مرا عالی کنی زندگی من تو خوشی خواهد درخشید. آنگاه با صدای پایی آشنا خواهم شد که با صدای پای دیگران تفاوت خواهد دارد. صدای پای دیگران مرا به دانه سرا فرو خواهد خزاند ولی صدای پای تو همچنون نغمه موسیقی مرا از دانه بیرون خواهد کشید. اگر میخواهی مرا اهلی کن. شاهزاده گفت چه باید بگو بکنم؟ خب اجازه بده تا آقای دهقان بکنه. آقای دهقان میکروفونت بازه. آقا صدا ببندم من؟ بله میتونی ببندی. آقای دهقان؟ آقا ما این روخانی کلیم نمره داشت؟ بله اینا نمره داره. چند گرفتیم آقا؟ شما کامل گرفتی نمره تونه. مرسی. شما همینجور. آقای دهقان؟ خب آقای صالحی میخونه دانشون. بله بگو. بله بچه ها ودا یعنی خداحافظی ها؟ آخ خونه میگیم خونه میگیم آخ این کلمه افسوس آخه آه و ناله و افسوس داری اگر
بله شکفت نه نه که این شکفته خواهند بود بله ممنون از آقای صالحی و بقیه دوستان که خوندن این داستانی که اینجا خواندیم از کتاب شازده کوچولو نویسندش هم آنتوان دو سانتو اگزوپری هست که این نویسنده فرانسوی متاسفانه در عنفوان جوانی در جنگ جهانی دوم که در جنگ متاسفانه خلبان بود مفقود الاثر میشه سه تا کتاب بسیار مهم از ایشون باقی مونده یکی شازده کوچولو هست یکی ارزم به حضور شما زمین انسان ها و پرواز شبانه هست که از ایشون باقی مونده خب بریم سراغ بخش بعدی و خود ارزیابی ها اگر توجه داشته باشید ما این پی دی اف ها رو فرستادیم هم صوتیشون رو براتون فرستاده بودیم بچه ها اون تو پی دی اف ها پاسخ سوالات رو حتما شما پیدا بکنید و بنویسید چون پاسخ سوالات هم اومده حتما شما یه لطفی بکنید اینا رو قلم بردارید مدادی بردارید تک تک این سوالات رو بخونید و پاسخهاشون روبروشون بنویسید تا تو ذهنتون بمونه و ماندگار بشه خب خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟ خب بخون بله پس تو دست هم گفته بود که چگونه با همدیگه آشنا شدن خب بریم درس سوال بعدی خب بگو بریم سوال بعدی گفته چرا شازده کوچولو شمارش ستارگان رو برای کارفرما بیفایده میدانست سوال بعدی گفتیم که سوال سه خب سوال سه هم که گفته چرا روباه دوست داشت اهلی شود چون تنهایی هر چیزی تنهایی آزارش میداد به همین خاطر دوست داشت که با یه نفر دیگه آشنا بشه و همچنین ارتباط داشته باشه با دیگران خب یه نفر دیگه نکاته چون میکروفون آقای صالحی که باز باشه اکو میشه یکی دیگه از دوستان بخونه کی میخواد بخونه؟ خب آقای نوشادی آقای نوشادی شما نکات واژه‌شناسی برامون بخون
قربان شما ممنون. اون واژه شناسی رو بخون. صفحه 32. بله. 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 خب نگا کنید بچه ها میخواد چیزی رو بیان بکنه اینجا برای ما. یه لحظه توجه بکنید. وقتی که کلمه داشته باشیم، دقت کنید بچه ها، وقتی که کلمه داشته باشیم عرضم به حضور شما که با یکی از این حرف ها ختم بشه، حرف ه یا ه چشمان آخر، با این دوتا یکی از اینها ختم بشه، خوب دقت کنید و یه یا میگیره، این یایی که بعدش میاد یا نکره. نکنید مثلا ما میگیم پرنده، اگر با حرف یه بایی اونو بخوایم اضافش بکنیم میگیم چی؟ پرنده ای. دقت کنید پرنده ای. این پر این ای که به آخرش دادیم این نکره میشه، یعنی ناشناخته، برای ما مشخص نیست که این پرنده چه پرنده ای باشه. پرنده ای. یا میگیم چی؟ خزنده، که به اضافه یهش بکنیم میشه خزنده ای، که این ای که به آخرش اضافه میکنیم این بهش میگیم یه نکره هست، که این مشخص نیست که این چه خزنده ایه، مثلا لات پشت مار، مارمولکه، تمساه، چیه. پس منظور از این که وقتی ما کلمه داشته باشه که یکی از این دو حرف به آخرش باشه، یا ه چسبان یا ه گر، وقتی یه حرف یه به آخرش بدیم این تغییراتی درش ایجاد میشه. اگر دقت داشته باشید تو مثلا تو درس‌های املا هم اینو ما میتونیم به وضوح ببینیم که حرف ای به آخرش اضافه میکنیم. خانه ای، بنده ای، که خودش هم کتاب راتو گفته. خب ادامه شو بخون. آها، اما اگر یک کلمه با حرف واو میگه بچه ها، اگر یک کلمه با حرف واو ختم بشه، واو، مثل کلمه آهو، نگاه کنید آهو. خب وقتی که یه ما با آخرش بخواییم بدیم این میشه چی؟ آهوی. برعکس اینجا که حرف الفی بهش اضافه میشد، مثلا میگوییم پرنده، به اضافه یه بخواستیم بکنیم میشد پرنده ای، نگاه کنید پرنده ای میشد، اینجا میشه آهوی. پس این بازم نکنی، این یا یه نکره به آخرش اضافه میکردیم، این یه نکره یه که معلوم نیست این کیه، این آهو چه آهویه، این که مثلا چه آهویه، یا مثلا کتاب مثال زده براتون، چه آهویه، چه رادیویه، چه دانشجویه، هر کدوم از اینا که دارید مثال هم که زده کتاب براتون، این یه بهش میگه نکره که مشخص نیست و معلوم نیست. خب ادامه شو بکن. خب کدومش داری میخونی الان؟ تمرین نوشتن. بچه ها گفته تمرین نوشتن، از میان گروه کلمه های زیر واژه های نادرست را پیدا کنید و شکل درست شون بنویسید. خیلی خوب،
چند تا ترکیب داده، چند تا جمله ترکیب گفته، تصویر ما رو بوها، هضم غذا، حدس و گمان، با وقار تمام، وداع و خداحافظی، عزیمت و عزیمت به سیاره زمین، مالک ستارگان، انسان علاقمند. خب گفته این کلمات کدومشون از نظر املایی غلطه. خب شما دقت داشته باشید، مثلا تو درس املا خب مشخصه که الان چه کلماتی اینجا غلط املایی هست. خب نگاه کنید، اولین کلمه تصویر ما رو بوا که این درسته. بعدش گفته چی؟ هضم غذا. هضم باید دو چشمه بچا. هضم غلطه. هضم غذا. هضم باید دو چشمه، باید اشتباه کرده، درستش کنید. خب کلمه بعدی حدس و گمان. حدس باز دقت کنید که با سه دندونه هست. حدس و گمان. حدس و گمان با سه دندونه. خب با وقار تمام که درسته. وداع و خداحافظی. وداع به چه کلمه وداع آخرش عین داره. وداع با خداحافظی یه معنی میدن. خب کلمه بعدی عزیمت به سیاره زمین. عزیمت یعنی رفتن. عزیمت یعنی رفتن که با رزه هست، با عظمت که با ز دست دار هست، او معنای بزرگ بودنه. پس این عزیمت یعنی رفتن، پس فرق میکنه. حواستون باشه، اینجا هم اشتباه نوشته، از املایی اشتباه درستش کنید. مالک ستارگان. مالک ستارگان. خب ستارگان اشتباه همیشه گفتیم وقتی کلمه ای که آخرش ه باشه و ما بخواییم اونو با الف و نون جمع ببندیم، این ه حذف میکنیم و به جاش گ قرار میدیم. ستارگان، حرف ه که اینجا گذاشته اشتباهه. انسان علاقمند. بچه ها دوباره کلمه علاقمند هم علاقمند باید جدا از هم باشه. علاقه به اضافه من باید بشه. اینجا به همدیگه چسبوندش اشتباهه از نظر املایی. خب بریم توی تمرین دو رو بخون. حسن تمرین دو رو بخون. آها قید چیه؟ قید. قیدی میتونی تعریف بکنی قیدو؟ قید. خب کی میتونه تعریف بکنی که میکروفونشو باز کنیم الان بچه ها؟ قید برامون تعریف بکنید. کی میخواد تعریف بکنه برامون تا میکروفونشو برایش باز کنیم؟ قید بچه ها کلماتی هستن توی جمله. خب کیارش میگه بکروفون، کیارش میگه که میکروفون، خب میکروفون کیارش باز میکنیم تا توضیح برام. بله کیارش سلام جان. خب قید بچه ها نکنید. قید یکی از آها به فعل ما اضافه میکنه. باریکالله. قید یکی از موارد تکرار، تأکید، زمان، مکان، حالت را به فعل ما چیکار میکنه؟ اضافه میکنه. بچه ما اگر قید از توی جمله حذف بکنیم جمله ما درسته و از نظر نوشتاری هم خراب نیست. پس صدمه هم به جمله نمیرسونه اگه حذفش بکنید تو جمله. اون یکی میتونه قید باشه. حالا بریم تکرار باشه، زمان باشه، مکان باشه، حالت باشه، تأکید باشه، چی باشه دیگه، اینا شما باید بفهمید و بدونید. خب حالا بریم سراغ گفته چیکار کنید. گفته برید داخل بند اول درس. خب بند اول درس وقتی 6 ساله بودم. خب وقتی 6 ساله بودم روزی در کتابی تصویر زیبایی دیدم. این تصویر مار بوآی را نشان میداد که جانور درنده ای را میبلعید. خب ناگهان 6 قید شمارشه. 6 ساله روز روزی باریک الله قید چیه؟ زمان. آه زمان. آن زیبایی اینا
غیر عادت بارک الله در آن کتاب نوشته بودند. خب آن کتاب، آن کتاب هم قید دوباره که مارهای بوعا شکار خود را بی آن که بجوند در سینه فرو میبرند. سینه قید مکانه. سینه قید مکان. آنگاه دیگر نمیتوانند. آنگاه همیشه قید زمان و در مدت 6 ماه که به هضم آن مشغولند میخوابند. 6 ماه باریکالله زمان در آن سن کودکی، سن باریکالله سن قید زمانه. من درباره این ماجرا و ماجراهای دیگر جنگل بسیار اندیشیدم تا توانستم نخستین کار نقاشی، نخستین جنگل باریکالله. خب برو تمرین بعدی. با توجه به کلمه های داخل کمانک زبان فعل‌های در جمله را تعریف و جمله را بازگشته. خب گفته من شاهکار خود را به آدم های بزرگ نشان دادم. ماضی بعید. خب ماضی بعید باید صفت مفعولی به اضافه بودم، بودی، بود، بودیم، بودید، بودن میکنیم. حالا هر فعلی باشه بن ماضی به اضافه، مثلا رفته بودم، شنیده بودم، داده بودم، خورده بودم، گفته بودم، کاشته بودم، کشته بودم و الاخر. خب میگه نشان دادم، باید چیکار کنیم؟ باید بگیم نشان داده بودم. من شاهکار خود را به آدمهای بزرگ نشان داده بودم. این هواپیما با سرعت فوق‌العاده پرواز می‌کند. ماضی مستمر گفته. خب ماضی مستمر اگه یادتون بیاد براتون گفتیم که حتما یه داش همراهش باشه. داشتم می‌رفتم، داشتی می‌رفتی، داشت می‌رفت، داشتی می‌رفتیم، داشتید می‌رفتی، داشتن می‌رفتن، داشتم می‌خوردم، داشتی می‌خوردی، داشت می‌خورد، داشتی می‌خوردیم، داشتید می‌خوردید، داشتن می‌خوردن، داشتم می‌خوندم، داشتی می‌خوندی، داشت می‌خوند. همین فعلا به همین صورت. پس همراه با یه داشت باید باشه. ماضی مستمر. این هواپیما با سرعت فوق‌العاده داشت پرواز می‌کرد. ماضی مستمر. خب نوشتید؟ راز دیگری از زندگی شاهزاده کوچک بر من فاش شد. مضارع. بچه‌ها مضارع گفتیم که چیه؟ زمان حاله. باریکالله. چون گفته مضارع التزامی، مضارع اخباری داریم، مضارع التزامی. مضارع اخباری با می شروع می شد، التزامی با به شروع می شد. می روم بروم، می خورم بخورم، می دوم بدوم، می شنوم بشنوم. حالا اخباری گفته یا التزامی؟ التزامی. خب می شوم بشود. خب بشوم بشوی بشود. پس راز دیگری از زندگی شاهزاده کوچک بر من چی؟ فاش بشود. بشود درسته. خب این جدول هست که جدول انشالله دیگه کم کم خودتون یاد بگیرید، حلش بکنید و درس آخر که نیایشه. خب داریم کم کم به پایان جلسه میرسیم. ساعت 12 هست. خب با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. انشالله که صحیح و سالم و تندرست باشید، همیشه ایام به کامتون باشه و مواظب خودتون باشید. انشالله با امید دیدن همدیگه در به صورت حضوری. چه جان کیارش؟
نمره پنج ما به همه تو دادم. پنج از من؟ بله. خواهش میکنیم. خب شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله که همیشه سعی و صالح باشید. قربان شما، همچنین شما انشاءالله شاد و خرم و تندرست باشید.